همزمان با اعلام واگذاری مسئولیت‌های امنیتی 75% جمعیت کشور به نیروهای افغان، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این اقدام را گام مهم برای پیشرفت افغانستان عنوان کرده گفته است قرار است وی در مورد روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نظامیان افغان که سبب تقویت حاکمیت ملی و پایان مسئولانه نبرد در افغانستان می‌شود، با رئیس جمهور کرزی و سایر کشورها بحث و گفتگو کند. من از اعلام رئیس جمهور کرزی برای آغاز مرحله سیم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان استقبال می‌کنم. این گام مهم به جلو در تلاش برای رسیدن به اهداف ما در افغانستان است. باید بگوییم نظامیان افغانستان قابلیت‌هایشان را تقویت کرده‌اند و من نیز با حامد کرزی و رهبران سایر کشورها در مورد روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان که منجر به تقویت حاکمیت ملی و پایان مسئولانه جنگ در افغانستان می‌شود گفتگو می‌کنم. از سوی هم جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا آغاز مرحله سوم واگذاری مسئولیت ها به نیروهای افغانستان را نشانه پیشرفت کشور خوانده است. آغاز واگذاری مسئولیت‌ها در مرحله سوم نشان سری پیشرفت در این کشور جنگ زده می باشد. در حالی که واگذاری مسئولیت‌ها در ولایت اوروزگان نیز در جریان است، نیروهای عملیات ویژه و آموزگاران ما نظامیان افغان را همچنان حمایت خواهند کرد. در همین حال نانسی پلوسی رئیس اقلیت‌های کنگره آمریکا و شماره همراهانش در جریان دیدار با رئیس جمهور کرزی آغاز سپردن بخش‌های دیگر کشور به نظامیان افغان در مرحله سوم را به آقای کرزی و مردم افغانستان تبریک گفته، این اقدام را گام مهم پیشرفت کشور خوانده است. گفتنیز در این مرحله مسئولیت امنیتی تمام مراکز ولایت‌ها و 122 ولسوالی به نیروهای افغانستان واگذار خواهد شد.